با سلام خدمت دوستان عزیز امیرعلی اسکروچی هستم مدرس دوره تکنسین فنی از مجموعه دانش بنیان فرکیان تک در جلسه قبل در مورد هارد SSD با هم صحبت کردیم هارد HDD رو شناختیم و مقایسه سرعت بین هارد SSD و هارد HDD انجام دادیم به قول مهندس فرحی آدم باید بهینه کار کنه هوشمندانه کار کنه نه اینکه سخت کار کنه این مثال هارد SSD است و HDD هارد HDD خیلی داره به خودش فشار میاره تا یه کاری رو انجام بده ولی هارد SSD به صورت بهینه سرعت و قدرت بهتری رو به مخاطب میده خب امروز میخوام در مورد مزایا و معایب هارد SSD و HDD صحبت کنم اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم نقطه قوت SSD یعنی توان مصرفی کم یعنی چی نگاه کنید اگه من بخوام هارد HDD ما افزایش فضا بدم یعنی فضاش بیشتر کنم مجبورم پلاتر اضافه کنم مجبورم پد مکانیکی اضافه کنم به خاطر همین قطر هاردم هم زیاد میشه به دلیل ایزوله بودن داخل فضای هارد هوای خیلی کمی داخل هارد هست و این تعداد افزایشه که داخل هارد میدیم یعنی پلاته بهش اضافه میکنیم یا بازو بهش اضافه میکنیم باعث استحکاک گرما میشه شما فرض کنید دیسک داره با سرعت 5400 دور در دقیقه میچرخه تا من دق... سطح کمش گفتم داره میچرخه هدا... هدا, هم روش داره حرکت میکنه این باعث استحکاک میشه فرض کنین این رو نوتبوک باشه فاجعه ایجاد میشه گرمایی که تولید میکنه باعث میشه نوتبوک به خاطر این نوتبوک به خاطر باریک بودنش باعث میشه این گرما به صفحه انتقال پیدا کنه به زیر کیبورد انتقال پیدا کنه به خود مادربرد آسیب بزنه خیلی از شرکت ها دارن سعی میکنن که راههایی پیدا کنن که جلوگیری از این گرما انجام بشه خب وقتی ما هارد SSD داریم چه دیگه داخل نوتبوک از HD استفاده کنیم پس اولین نقطه قوت SSD توان مصرفی کمشه ولی در مقابلش یه چند تا نقطه ضعف خیلی اساسی داره اولیش عدم بازیابی اطلاعاته دومیش تعداد دفعات نوشتنه و سومیش ظرفیتشه خب هارد SSD رو نمیتونید بازیابی اطلاعات روش انجام بدید یعنی بکاپ نمیتونید ازش بگیری چرا؟ به خاطر اینکه هارد اس از دیسک ساخته نشده رید و رایت رو دیسک انجام نمیشه هارد SSD اس از ایموش چیپست ساخته شده عین فلش کار میکنه شما وقتی فلشتون رو فرمت میکنید آیا میتونید به اطلاعات قبلش برگردید نه ولی هارد اچ به خاطر دیسکی که داره میتونید اطلاعات تا حتی ده سال قبل 15 سال قبلم اطلاعات بکشین بیرون البته من به چشم خودم دیدم خیلی وقت بیشتر از نم کشیدن بیرون اطلاعاتو ولی خب البته این وابسته به علت خراب بودن اون هارده داره شاید اون دیسکش خش افتاده باشه دیگه واقعا نمیشه اطلاعاتو به اون صورت بکشیم بیرون خب مشکل دومش تعداد دفعات نوشتنه تعداد دفعات نوشتن باز بهش میگن رایت right سایکل وقتی رایت سایکل SSD خیلی بیشتر از رایت سایکل HDD ها هست باعث میشه که SSD عمر کمتری داشته باشه وقتی عمر کمتری داشته باشه زودتر خراب میشه زودتر میسوزه چیپستاش و هزاران اتفاق دیگه البته اینو در نظر بگیرید عمر مفید مثلا یه هارد SSD 360 میلیون ساعته یه چیزی هلوش 440 سال میشه آیا فکر نکنم عمر انسانی قد بده انقدر از یه هارد SSD استفاده کنه ولی خب از نظر مکانیکی عمرش خیلی کمتر از HDD ها هست موضوع سوم ظرفیتشه ما الان هارد HDD 8 ترابایت داریم ولی هارد SSD هنوز به اون حد حجم نرسیده این یه نقطه ضعف خیلی بزرگه اگه سیستم من نیاز به دو ترابایت داشته باشه مجبورم دو تا یک ترابایت بندازم استفاده کنم ولی اگه من هارد اشیدی میخوام قشنگ میتونم یه دو ترابایت بخرم استفاده کنم این یکی از مزایای بزرگ HDD و ضعف های SSD که البته این موقتی و در آینده رفت خواهد شد حالا میخوایم در مورد برتری SSD نسبت به HDD در هنگام بازنویسی فایل صحبت کنیم یکی از موضوعاتی است که واقعا واقعا توی دنیای آیتی و دنیایی که خیلی اطلاعات مهم شده به درد میخوره دقت کنید اگه من یه فایل رو بخوام از یه جای کات کنم به یه جای دیگه ای از یه پوشه نیو فولدر یک به نیو فولدر دو کاتش کنم اگه هارد HDD اون لحظه خراب بشه فایلایی که در حال کپی شدن بوده در حال کات شدن بوده نابود میشه از بین میره ولی داخل SSD این اتفاق نمیفته دلیلش هم به خاطر این هست که اون هد روی دیسک داره رید و رایت ها انجام میده اطلاعات ها از این قسمت دیسک به قسمت بعدی دیسک داره میبره و اون لحظه که سیستم خراب میشه دیگه اطلاعات قبل رو نمیتونه برگردونه ولی هارد SSD اینطور نیست به دلیل اینکه مکانیکی نیست خیلی راحت میتونه این اطلاعات رو نگه داره خب حالا یکی از معایب و مزایای هارد SSD و HDD تو سرعتشونه میخوایم مقایسه سرعت HDD و رو اینجا براتون توضیح بدیم در جلسه قبل دیدیم که واقعا سرعت SSD از HDD بهتر بود سرعت SSD 17 ثانیه طول میکشید تا بود کنه یک سیستم سرعت HDD یک دقیقه و 35 ثانیه طول کشید این نشون میده واقعا سرعت SSD بیشتره برای اینکه بتونیم محاسبه سرعت انجام بدیم باید تاخیر به وجود اومده رو فقط حساب کنیم تاخیر به وجود اومده سه تا شاخص هست اینترفیس ترانسفر مدیا ترانسفر و مکانیکال دیلی خب قسمت مکانیکال دیلی یا تاخیر مکانیکی داخل هارد HDD 95 درصد کل زمانشه یعنی شما فرض کنید فقط 5 درصد تاخیر اینترفیس ترانسفر و مدیا ترانسفر داره 95 درصد مکانیکال دیلی داره ولی داخل SSD چون ما هیچ چیز قطعی مکانیکی نداریم این تاخیر اصلا نداره دلیل مکانیکال دیلیش هم اینه که شما فرض کنید نگاه هد هدی که قرار روی پلتر جابجا بشه از لبه خارجی شروع میکنه میرسه به وسط دیسک این شاید از نظر شما هیچی نباشه ولی از نظر سیستم خیلی طول میکشه در جلسه بعد من یک فیلم کامل از کارکرد تمام هاردا به شما نشون میدم شاخصه پنجم که میخوایم در موردش صحبت کنیم شاخصه IOPS هست یعنی نرخ ورودی و خروج در هر ثانیه هر چقدر این شاخصه به سمت بالاتر باشه یعنی بهتره یعنی سرعتش بهتره سرعت نرخ ورودی و خروجیش در هر ثانیه بهتره مال هارد SSD 7000 مال هارد HDD 100 خب یک کم نشون میده که واقعا هارد SSD خداتر از هارد HDD مزایا معایب رو گفتم میخوام در مورد سس صحبت کنم هاردش سس این هارد که الان میبینید هارد سس هست هارد سس یعنی چی هارد سس توسعه یافته هاردهای هست خب هارد ساتا بعدا در موردش صحبت میکنیم و کامل توضیح میدیم چیه البته کلمه ساتا کلمه ایرانیه در از کلمه ساتا کلمه سیدا هست سیدا و هارد سس مخفف کلمه سریال اتچت اسکازی می باشد سرعت انتقال این نو هارد 768 مگابایت بر ثانیه است واقعا سرعت زیادیه واقعا سرعت زیادیه و نسبت به خود هاردای ساتا واقعا سریعتر کار میکنه نمونهش براتون بگم سرعت چرخش هارد ساتا بین 5400 تا 7200 ولی سرعت چرخش هارد سس از 7200 تازه شروع میشه تا پونزه هزار سنجش اینم بر یه محاسبه به نام RPM هست به معنی Revolution Per minute. یعنی شما دقیق حساب بکنید انگار هارده چیز در عمل میکنه هارده ای اساسی در عمل میکنه خب ولی منتا این هارده یه مشکلاتی دارن یک گرونن دو حجم کمتری دارن فضاشون خیلی کمه مثلا 8 ترابایت و 10 ترابایت تو اینا ندارن خیلی فضای کمتر از این حرفایی دارن نیاز به پاور قدرتمندی داره که اغلبا این هاردای سس رو روی سرور رو امتحانش میکنن یعنی استفادهش میکنن حالا چرا سرور سرور هیچ وقت نباید داون بشه هیچ وقت نباید خاموش بشه چون خیلی از کانفیگا و کارا رو ما رو سرور رو انجام میدیم اگه بخوایم واسه یه هاردی سرور رو خاموش کنیم خیلی ضرر میزنیم هاردای سس مدلشون هات پلاگینگ هست یعنی میتونید هارد رو از سیستم جدا کنید و دقیقا یه هارد دیگه بزنید سر جاش این فلش کار میکنه اطلاعاتون روش میمونه و خراب نمیشه خب دوستان پایان جلسه ششم من از تیم مجموع فرکیانتک از شما خدافزی میکنم امیدوارم ما را در اینستاگرام، تلگرام، آپارات، سایت فرکیانتک یوتیوب و فیسبوک فرکیان تک دنبال کنید و اگر سوالی داشتین میتونید با ایمیل a.uscrucci ای at با من درمیون میون بذارید شب روزتون خوش